به نام خدا و سلام مجدد خدمت شما عزیزان همراه که تا اینجا با ما همراه بودید تو این دوره آموزش برنامه‌نویسی اندروید. به جاهای خوبی رسیدیم تا اینجا، مطالب زیادی رو با هم دیگه یاد گرفتیم و مرور کردیم و چند تا مینی پروژه هم انجام دادیم. در ادامه همین مبحث، یعنی ارتباط با سرور و حالا بحث یک کوچولو ارتباط با اینترنت که یکی از مباحث مهمی هست که باید خب بدونید وقتی دارید برنامه نویسی اندروید میکنید، میخواییم یه پروژه انجام بدیم و چون قرار هست یک پروژه انجام بدیم و قول دادم یه لایبرری هم معرفی بکنم، اولین پرونده این پروژه‌ای که با این نام ایجاد کردیم و سه بخش داشت و بخش چهارم رو الان توضیح میدم، این پرونده‌اش رو ببندیم و این لایبرری رو هم معرفی بکنیم. لایبرری که میخوام معرفی بکنم، یه لایبرری که نام بردم OKHTTP، یه لایبرری هم الان با هم دیگه کار میکنیم و همین الان صفحهشو باز میکنیم ببینیم چجوری. لایبرری که میخوام استفاده بکنیم اسمش هست، در واقع کار گوگل هست و اسمش هست والی. والی کاری که انجام میده سند و رسیو دیتا، در واقع کامونیکیت کردن با سرور رو برای ما آسون میکنه. آسون میکنه و خیلی خیلی متدهای قابل درکی داره و خیلی خیلی مفیده. یه لایبرری دیگه هم وجود داره تحت عنوان رتروفیت که رتروفیت رو حالا باز باید یه مقداری بیشتر در موردش توضیح بدم، شاید نیازمند توضیحات بیشتری باشه. در قالب یه پروژه‌ای اگر که زمان داشته باشیم اون رو هم توضیح خواهم داد. ولی والی ساده تر هست و افراد بیشتری ازش استفاده میکنن، مال خود گوگل هم هست، فکر میکنم خیلی بیشتر به دردتون بخوره. اول از همه چی کار میکنید؟ میاد تایپ میکنید گیت هاب که بریم تو سایت گیت هاب و بعد میتونید با فاصله اسم لایبرری که مد نظرتون هستم بنویسید، یا بنویسید گیت هاب و بعد مثلا تایپ کنید والی، والی با VO2LE. اولین لینکی که میاد، حالا شاید بعضی وقتا دومی باشه، ولی مهم اینه که google/wally، یا میتونید اینجا تایپ بکنید یا برید سایت گیت هاب رو باز بکنید اونجا بنویسید wally. این آدرس در واقع لود میشه برای شما که در واقع توی این صفحه ما فقط سورس ها مثلا و یه سری توضیحات اینجا وجود داره، ولی ساده ترین راه دستیابی به لایبرری این آدرسه و اینجا اومده گفته که wally یه دونه http لایبرریه که makes networking for Android apps easier and most importantly faster. خیلی سریع میکنه و آسون میکنه ارتباط با نتورک یا شبکه رو در برنامه های اندروید، در اپلیکیشن های اندروید. اگر که میخواید بیشتر در مورد والی بدونید و میخواید بیشتر استفاده بکنید، روی این لینک کلیک میکنید تا صفحه سایت developer.android.com که در واقع داکیومنت های رسمی گوگل برای اندروید هست رو شما ببینید. خب من فقط به یه دلیل اومدم توی این صفحه، خودم الان بهتون آموزش میدم که چطور ازش استفاده بکنید، ولی خب خیلی امکانات زیادی داره و باش کارهای خیلی خوبی میتونید انجام بدید و تقریبا ارتباط هایی که با اینترنت میگیرید و خیلی میتونید راحت بکنید با استفاده از همین لایبرری. ولی من فقط به یه دلیل اومدم اینجا، به این دلیل که اینو براتون بردارم کپی کنم، درسته؟ حالا بعدم میام توی همین داکیومنتاش و ادامه میدم روی لینکش، یعنی get started که کلیک بکنید میره و توضیحات دیگر رو هم بهتون میده اینجاست. خب اما من اون آدرس رو میخواستم به چه دلیل؟ به این دلیل که بیام توی پروژه میخوایم از یه لایبرری استفاده بکنیم که مال خود SDK نیست. به همین دلیل میام توی گریدل در قسمت دیپندنسی ها، درسته؟ این قسمت تست رو که اصلا کاری نداریم، این تست کامپایل هم هم اینجا من این خطی که کپی کردم رو پیست میکنم، یعنی اینجا اضافه شد. در واقع من بهش گفتم که گریدل برو و این لایبرری رو برای من لود کن، لایبرری والی ورژن 1.0.0 که توی خود داکیومنت های رسمی هم بود. دکمه سینک رو که میزنم در واقع میره تا برای بنده این اطلاعات رو چیکار کنه،
دیپندنسی ها رو آپدیت بکنه، سینک بکنه پروژه منو با اون لایبرری، چیزی اگه مورد نیاز هست دانلود بکنه. حتما به اینترنت وصل باشید که اگه نباشید خب نمیدونه از کجا بیاره این لایبرری رو، ولی خب الان در واقع وصل میشه تا ما بتونیم از این استفاده بکنیم. ایندکسینگ و تمام. الان تمام شد، پایین نوشت ایندکسینگ، دیگه مرحله آخرش هست. برای اینکه این آموزش رو هم بهتر دنبال بکنیم، اول از همه تو همین صفحه اول یه دونه گزینه به اینجا اضافه میکنم که باید بیام توی ریسورس ها، لی آوت، اکتیویتی مین، یه دکمه دیگه کامل کپی میکنم و توش مینویسم والی. گزینه تگرشم میذارم 4 و البته یه استایلم بهش میدم تحت عنوان colored و بعد شما ببینید که widget app compact button color. این دکمه رو رنگیش کردم چون به نظر من مهمه و حتما این قسمت رو اگه کلن جلسه های قبل رو ندیدید و اصولش هم آشنا نشدید، ولی همین جلسه فکر میکنم کافی باشه تا بتونید ارتباط با سرور رو در واقع یاد بگیرید. ولی خب اون حالت اصولیش بود با استفاده از ابزارهایی که در استیکه خود اندروید هست بدون استفاده از لایبرری خارجی، که فکر میکنم دونستن اصول هر چیزی خیلی کمک میکنه برای اینکه بعد شما بتونید خودتون از این لایبرری ها بنویسید. هدف همیشه استفاده کردن نیست، بعضی وقتا میخواید پروژه های بهتر و پیشرفته تری انجام بدید، لایبرری تولید بکنید، خودتون بیسی باشید برای دیگران. همونطور که الان والی تقریبا بیسی هست برای همه و البته رتروفیت هم خیلی عالیه. اگه دوست داشتید بعد از این جلسه رتروفیت رو هم یه مطالعه بکنید، میذارمش فعلا به عهده خودتون، ولی اگر فرصت بکنیم حتما خیلی دوست دارم که در مورد اونم صحبت بکنیم. حالا ببینید من این گزینه رو اضافه کردم، یه اکتیویتی هم اضافه میکنم. اکتیویتیش رو همین HTTP params activity، این اکتیویتی بود که البته توش async task و اینا داشت ولی ظاهرش رو کاری ندارم، بذارید اصلا همین یه اکتیویتی ساده بسازم، اکتیویتی رو بسازم بهتر. یا نه دیگه اینجا منوهاش هم get و post و اینام آماده است، من همین HTTP params activity رو یا اصلا یه اکتیویتی میسازم، کدها اینو کپی میکنم توش، یه دونه اکتیویتی جدید میسازیم که دیگه منیفستم نریم، والی اکتیویتی و این اکتیویتی ساخته شد. حالا میام توی اینجا، این اکتیویتی ما حتی ظاهرش هم مثل همین اینجا باشه، این لیاوت رو کامل کپی کنم کلن توی اکتیویتی والی، یا اینکه دیگه اصلا لینکش بدم به همین لیاوت، یعنی میتونستم اینجا بهش بگم کدوم لیاوت رو لود بکنم. آن کریت آپشنز منو کپی میکنم و دیگه کاری نداریم. کارهایی که اینجا قراره انجام بشه هم من پاک میکنم، یعنی الان دو تا گزینه در منو ایجاد میشه، یکی get یکی post که توش گفتیم هیچ کاری فعلا نکنه، درسته؟ خب. اما text view داریم، همینطور progress bar tv، text viewمون میشه find view by id r.id tv و همینطور progress barمون هم find view by id progress bar، هر دو اینها alt enter cast، alt enter و cast، castشون هم cast. تا اینجا میخوام دو تا متد get و post رو با هم دیگه ببینیم که چه نتیجه ای برام، چجوری میتونم همون کارها رو انجام بدم، پارامتر بفرستم و هم ببینید در کتابخونه والی ما کلن چند تا کار انجام میدیم. این آدرسی که من قرار بود رو هم بذارید دریافت بکنم یک بار توی http prompt اینجاست، اینا من اینجا بذارم که همه چیز توی همین اکتیویتی مشخص باشه وقتی میخواید کد رو ببینید. خب وقتی میخواییم از والی استفاده بکنیم چند تا نکته ضروریه. اول از همه ما در
کتابخونه والی یه چیزایی داریم از جنس ریکوست. خب یعنی درخواستی که ما به سمت سرور ارسال می‌کنیم و متقابلاً خب ریسپانس هم داریم. یه ریکوست خاص خودش نحوه برخورد کردن با ریسپانسی هم که براش میاد رو میتونه تعریف بکنه. یعنی بگید که من میخوام یه ریکوستی بزنم به این آدرس و زمانی که پاسخ دریافت شد میخوام چی کار کنم، همه چیز رو یک جا بهش اعلام بکنم. این هست. یه دونه صف برای این ریکوست ها هم وجود داره، ریکوست کیوی بهش میگن، صف درخواست ها. ببینید ریکوست کیوی، خب که شما این یکیش رو استفاده میکنید پایینی. ببینید ریکوست کیوی com.android.wally، درسته؟ کتابخونه والی رو داریم استفاده میکنیم دیگه. ریکوست کیوی یعنی تمام ریکوست هایی که شما میخواید ارسال بکنید در یک صف قرار میگیرن و دونه دونه ارسال میشن و باشون برخورد میشن. وقتی که میخواید شما استفاده بکنید از والی، یک اینستنسی از ریکوست کیوی باید بگیرید. یک راه که معمولا توی خیلی جاها هم استفاده میشه البته اینه که صف های مرتبط با همو جدا میکنن. یعنی مثلا شما یه ریکوست کیوی میگیرید برای ارتباطایی که با سرور آ دارید، یه صفحه میگیرید برای ارتباطایی که با سرور B دارید که اینا با هم دیگه متمایز بشن. ریکوست هایی که به سرور A زده میشه تو صفحه A میریزید، ریکوست هایی که به سرور B زده میشه به صفحه B میریزید. فرض کنیم یه برنامه دارید که با چند تا سرور قرار کار بکنید، یا حتی اگه بخوایم جور دیگری بگیم، ریکوست ها رو مثلا بخش بندی بکنید و صفحه های مختلف بهش بدید. مثلا ریکوست هایی که مربوط به کار کردن با پروفایل کاربر هست، اطلاعات کاربر، فیدها و غیره، و ریکوست هایی که مربوط به مثلا ادیت کردن فرض کنیم پست ها هست، فرض کنیم شبکه اجتماعی داریم، یه همچین چیزهایی با سوکت هم کار نمیکنه، اینجوری داره کار میکنه. یک راه اینه. راه دوم یک اینستنس برای کل ریکوست های موجود در نرم افزاره که شما کافیه در کلاس اپلیکیشن یه اینستنس بذارید و استاتیکش بکنید. وقتی استاتیک باشه همه جا بهش دسترسی داشته باشید دیگه، خیلی هم راحته، مثل فیلدهای استاتیکی که تا حالا استفاده میکردید. یعنی یه اینستنس ازش میگیرید در ابتدا که برنامه اجرا میشه و از اون به بعد همه یه ریکوست ها رو به همون صف اضافه میکنید. یه راه همینه که تو هر اکتیویتی یه دونه صف بذارید. چون ما الان داریم آموزشی کار میکنیم، تو همین اکتیویتی یه دونه ریکوست کیوی در نظر میگیریم. خب دومی رو برمیدارم، ببینید کتابخونه والی و بهش میگم ریکوست کیوی. در ابتدا باید اینو مقداردهی بکنم، توی آن کرییت مثلا مقداردهیش میکنم، اینیشیال که نه دیگه، همینجا می‌نویسم ریکوست کیوی مساوی هست با نیو ریکوست. ببینید از خود کتابخونه والی نیو ریکوست کیوی استفاده میکنیم. کانتکستی هم که بهش میدیم میتونه گت اپلیکیشن کانتکست باشه یا همین دیس، همین اکتیویتی رو به عنوان کانتکست بدیم. پس یه متد استاتیک داخل والی هست که میتونه یه دونه صف جدید بهتون بده، کانتکست هم بگیره. خب الان من یه دونه صف ریکوست ایجاد کردم. حالا فرض کنیم که یه متد اینجا بنویسم private void send params get. یعنی چی؟ یعنی با متد get میخوام یه سری پارامترها بفرستم که اینجا دیگه زیاد فرقی نمیکنه چه جوری باشه. من یه دونه ریکوستی باید بسازم، و این ریکوستم رو ادیت بکنم، بگم یک درخواستی هست که قرار هست این ویژگی‌ها رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی با چه متدی باشه، چه پارامترهایی رو قرار بفرسته، به کجا بفرسته، در زمانی که فیل شد چیکار کنه، در زمانی که موفقیت آمیز بود چیکار کنه. درسته؟ پس شد متدش، آدرسش، چه پارامترهایی و وقتی فیل شد، وقتی موفقیت آمیز. این ریکوست من ایجاد میشه، ساخته میشه و حالا باید این ریکوست رو به این صف اضافه کنم تا بره به سمت سرور و کارش رو انجام بده. اگه 10 بار این ریکوست رو به این صف اضافه کنم 10 بار انجام میشه. حالا میگم که من یه دونه ریکوست دارم، ولی این ریکوست دستای مختلف داره. مثلا یکیش از استرینگ ریکوست. استرینگ ریکوست یعنی این که من درخواست یک رشته میکنم از سرور و پاسخی که به من خواهد داد یک رشته است.
یه وقت هم هست شما ببینید با سروری که کار میکنه جیسون بهتون میده، مثلا جیسون آبجکت ریکوست، یعنی متنی که بهتون میده تأکید میکنید بهش حتما باید به فرم جیسون آبجکت باشه، که اگه نبود خودش مستقیما میره توی قسمت فیل، یعنی بجز جیسون آبجکت چیزی دریافت کردید فیل شده. یا جیسون اری ریکوست، یعنی آنچه که دریافت میکنید در نهایت یک جیسون اری خواهد بود، آرایه جیسون خواهد بود، که این باعث میشه شما بتونید خیلی راحت تر حالت فیل و غیره رو خودش براتون تشخیص میده. دیگه لازم نیست شما ترای کچ بکنید بگید اصلا این جیسون نیست، در صورتی که من دنبال جیسون میگشتم و غیره. ببین چقدر خوبه. یا حتی درخواست تصویر بکنید، که لود کردن تصویر رو هم من الان سعی میکنم اگه زیاد طول نکشه توضیح بدم که چجوری تصویر لود بکنید با استفاده از همین لایبرری. دیگه تصویر رو با استفاده از URL connection توضیح ندادم، ولی با والی توضیح میدم. میگم که من یه دونه استرینگ ریکوست میخوام، اسمش هم هست ریکوست، نیو استرینگ ریکوست اینجاست. خب و به من میگه که ببینید دوتا کانستراکتور، یکی این که آدرس، ببینید آدرس چی باشه، و دوتا لیسنر. یه وقت هم هست از من میپرسه که متد چی باشه، URL چی باشه، لیسنر و ارور لیسنر، که این باعث میشه در حالت موفقیت آمیز یا خطا تشخیص بدید و متد هم بهش گفتید. یه وقت هم هست شما متد رو نمیذارید، که پیش فرض همون گت هست معمولا. خب حالا میخوام متد هم استثنا بهش بگم، چون متد میخواد گت باشه، من اینا رو میام توی خطهای مختلف میگم. لاین اول، پارامتر اولم متد، متدش میشه همین کتابخونه ریکوست ها هست، یعنی تو پکیج ریکوست کلاس متد گت، که در واقع یک رشته هست، یه اینتیجر هست، شماره صفر یعنی get. اگه صفر هم بدید همینه دیگه، ثابته. گفتم متدش get باشه. به چه آدرسی میخواد ارسال بکنه؟ به این آدرس، show params. اگر موفقیت آمیز بود چی کار بکنه؟ new listener response.listener. این listener میگه زمانی که موفقیت آمیز بود پاسخ اومد چی کار کنه، درسته؟ و یه دونه هم ارور لیسنر، نیو ارور لیسنر، که در واقع وقتی که ارور رسپانس اومده، خطا اومده، میگیم چی کار کنه. این هست، درسته؟ این دوت. حالا که داریم اینو تکمیلش میکنیم، پارامترها کجا رفتن؟ اصلا فهمیدید پارامترها چی شدن؟ هیچ جایی نداشت که پارامتر بهش بده، یا حتی اینجوری request dot method get params هم نداره، حتی set parameter هم نداره، add marker داره ولی parameter نداره، کلن params نداره. چی شد پس؟ پارامترهایی که میخوایم به این بدیم و باید چیکار کنیم؟ میگیم پارامترهایی که میخوایم به این بدیم داخل یه map میریزیم و میایم متد گت پارام اینو اوورراید میکنیم. چه جوری؟ تو همین خودش، الان که اینستنس ازش میگیریم، قبل از این سمیکالن ببینید آکولاد باز و بسته، یعنی چی شد؟ من یه دونه ریکوستی با این ویژگی ها ساختم، ولی میخوام گت پارامز، ببینید البته فکر میکنم آره اینجاست، ببینید متد پروتکتده. پروتکتد ها معمولا استفاده میشن برای وقتی که شما ازشون مشتق بگیرید، یعنی شما یه دونه string request رو اگه بیاید مشتق بکنید، یه کلاس جدید بسازید، این get params رو توی ببینید. برای من همش رو یه جا اینجا گذاشتم. یعنی چی شد؟ الان گفت که متد get به این آدرس اگه موفقیت آمیز بود چی کار کن، اگه خطا داد چی کار کن، و چه پارامترهایی. این مهمه. ببینید یه مپی هست string. اگه شما یه دونه مپ اینجا بسازید، میتونید همینجا بهش بدید، هم میتونید یه مپ جدید بسازید و اون مپ رو ریترن بکنید. این ریترن کردن مهمه. چرا؟ چون وقتی میخواد پارامترها رو بفرسته، اینو صدا میزنه خودش. پس من میام بهش میگم که یه دونه مپ string مپ، یا اصلا params new hashmap، یه hashmap جدید میسازم، بهش میگم params put، یه سری پارامترها بهش بدم دیگه، درسته؟ first name محمد مهدی و پرامز پوت کنه، last name
علیزاده. این است. درسته؟ در نهایت همین رو ریترن میکنم. کاری نداشته باشید کی صدا زده میشه، زمانی که بخواد ارسال کنه اینو میفرسته. پس هر چی پارامتر میخواین بدین توی مپ، چه قبل این تعریف بکنید بریزید اینجا ریترن کنید، چه همینجا بسازید توش بنویسید، یا هر جایی این مپ باید ساخته بشه و به عنوان پارامتر بهش داده بشه. خب حالا این ریکوست من به سمت این صفحه میره، با این متد میره و یه پاسخی دریافت میکنه. پاسخی که دریافت کرد اسمش هست ریسپانس. میخوای چی بشه این پاسخ؟ میخوام توی تکست ویو ست بشه. این از و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، میتونم به ریکوست کیوین بگم که، البته نه اینجا که نمیخوام اضافه بکنم، بذارید بیام اینجا بهش بگم که این تکست ویو که نوشته شد، پروگرس بار هم چی میشه؟ پروگرس بار رو هم میخوام که اینویزیبل بکنم. اینجا میتونیم یه لیستی از ریکوست ها بسازید و بعد تصمیم بگیرید که چی بشه، نشون داده بشه یا نشه، یا اصلا یه کار خیلی راحت تر. بذارید اینو کجا بذارم؟ بیایم با دیالوگا کار بکنیم به جای تکست ویو. ببینید تکست ویو رو اصلا برداشتم. تو این اکتیویتی والی هم من اصلا میگم که تکست ویو نداریم، پروگرس بار هم نداریم، هیچ. اکتیویتی خالی. درسته؟ خالیش کردم که اصلا این کدا خیلی ساده بشه. این تکست ویو نداریم، پروگرس بار هم نداریم، اما یه دونه پروگرس دیالوگ داریم. پروگرس دیالوگ، نیو پروگرس دیالوگ، یه دونه کانتکست میگیره. هر پروگرس دیالوگ رو هم میتونیم تایتلش رو ست بکنیم. درسته؟ حالا من میگم تایتل نداشته باشه، یا اصلا بنویسیم که wait. پروگرس دیالوگ مسیج رو هم حذف کنیم و به این پروگرس دیالوگ حالا ست کنیم کنسلبل رو ترو. یعنی چی؟ نتونن کنسلش کنن. خب این یه دیالوگی شد، درسته؟ که اینو البته میتونیم اینجا تعریف کنیم، در واقع اینجا مقداردهی کنیم، این بالا اصلا کلن یه دونه پروگرس دیالوگ داشته باشیم که تعریف شده. اینجا فهم مقداردهی شد. حالا میخوام زمانی که بهش ریسپانس میرسه این پروگرس دیالوگ دیسمیس بشه، زمانی که ارور میاد این پروگرس دیالوگ دیسمیس بشه و به جاش چیزای دیگه باز بشن. تو این حالت میگم یه دونه آلرت دیالوگ بزنه، در واقع بیلدرشو میذارم. درسته؟ خب مثلا بیلدر هم نمیخوام. کانتکستش هم میشه والی اکتیویتی دیس. ست کنیم تایتلش رو تحت عنوان رسپانس، چون رسپانس اومده. مسیجش رو همین متغیر رو بذاریم و بعد ست پوزیتیو باتن، یه دکمه اوکی براش بذاریم که فقط میبنده، کار دیگه ای نمی کنه. نال بهش میدم، لیسنر نمیخواد و بعد شو میکنم. این یه آلرت دیالوگ به هم میده که میتونم نمایش بدم. در حالتی که خطا اومده یه دونه آلرت دیالوگ بهش میدم، در واقع بیلدر، میگم که والی اکتیویتی دات دیس، تایتلش رو میذارم ارور، مسیجش رو هم میذارم که ارور، گت مسیج خطاش رو دریافت میکنیم و set positive button اوکی و در نهایت شو میشه. حالا البته میتونیم اینجا بهش آیکون هم بدیم، یعنی set icon که باید بهش بگم android.r.drawable. حالا کدوم آیکون رو بهش بدیم؟ هم آیکون دیالوگ info. تو این حالت نه، تو اون حالت بدیم مثلا بهش، اینجا بهش بدیم icon android.r.drawable.icon alert. من نمیدونم این چجوریه، یه همچین چیزیه، حالا بد نیست. خب و این ریکوست ما دیگه تمامه.
کارون پروگرس دیالوگ چیه؟ ببینید من این ریکوست الان فقط تعریف کردم. یک عدد ریکوست. یک ریکوست. کی ازش استفاده میکنه؟ وقتی که روی این توی این متد اینو تعریف کردیم، در ادامهش میام اول پروگرس دیالوگ رو، یعنی پی دیالوگ رو شو میکنم، نمایش میدم، یعنی این حالت پروگرس نمایش داده بشه، و بعد میگم ریکوست کیوی دات اد کنیم این ریکوست رو بهش که باعث میشه اجرا بشه. خب این متد send params get کی اجرا میشه؟ وقتی که روی دکمه get اون بالا کلیک میشه، یعنی من بهش میگم send params get، حالا اجرا میکنه. اکتیویتی ببینید در ظاهر هیچ المان گرافیکی نداره، فقط من این دوتا دکمه رو که میزنم با دیالوگا بازی کردم. این بار یه دیالوگی نمایش داده میشه از جنس پروگرس دیالوگ، میچرخه و توش پروگرسی هست و کی دیسمیس میشه؟ زمانی که به ارور میخوریم یا زمانی که به ریسپانس منجر میشه، یعنی این دو حالت، هر دو حالت اینو دیسمیسش میکنه و بسته به کدوم حالت یه دیالوگ دیگه جایگزینش خواهد شد. ببینید والیه اینو نگفتیم بیاد تو این صفحه، بیاد تو مین اکتیویتی کیس شماره 4 رشته 4 استارت کن اکتیویتی رو، نیو اینتنت دیس و والی اکتیویتی دات کلاس، بریکش کن، دوباره اجراش. خب پس الان متوجه شدید که والی یه دونه ریکوست کیوی داره، یه صفی برای درخواست ها، و ما با توجه به کاری که میخوایم بکنیم یه درخواست تعریف میکنیم که پاسخ به این درخواست هم، یعنی نحوه تعامل با این درخواست هم تو خودشه. خودش میگه که کی قرار هست اگه موفقیت آمیز بود چیکار کنه، اگه خطا داشت چیکار کنه و غیره. دکمه گت رو که کلیک میکنم ببینید میاد و بعد میگه که گت متد، ولی هیچی توش نیست. چرا هیچی توش نیست؟ باید ببینیم چرا هیچی توش نیست. پارامترها رو باید ببینیم. اینجا برای اینکه مشکل رو برطرف کنیم بذارید متد رو بذارم پست، چون توی متد پست معمولا اینجوری میریم جلو. send params post اسمش رو گذاشتم، اینم شد پست دیگه. حالا متد پست خب همینجوری کار میکنه و اینجا میگیم که send params post، اما در حالت get الان با URL همینو میسازیم. این پست بود، بذارید بنویسم send params get، درسته؟ خب این همین ریکوسته، فقط تغییر بهش میدیم. اول از همه این که تغییرات رو روی URL باید اعمال بکنیم، یعنی من الان همین ریکوست رو کامل برمیدارم میذارم اینجا، با این تفاوت که دیگه get params نمیخواد دستکاری بشه، این برای پست بود دیگه. get رو اینجا هم بهتر با همین URL مثلا کار بکنیم و اینم میگم که پارامتر متدش هم میدم get. حالا چون که قرار هست با این کار بکنیم، بذارید اینجا بهش بگم که URI، یه دونه رشته URI، و توی HTTP Utils من این متد رو استفاده میکنم. متد کجا بود؟ اینجا، درسته؟ get encoded params فقط چجوری استفاده میکنم؟ اینجوری میگم public static string، اسمش رو میگم که اسم متد باشه encode params که یا parameters که یه دونه map string با نام params اومده اینجا و نتیجهش میشه همین چیزی که داشتیم دیگه، encode params، درسته؟ چه این؟ حالا میگیم که URI برابر خواهد بود باش و اول پارامترها رو بسازم،
یه مپی به عنوان پارامز نیو هش مپ. حالا یه سری پارامتر ها هم بهش میدم، مثلا شهر بهش میدم سیتی، فرض کنیم مقدارش باشه تهران، و کشور که باشه ایران. حالا میخوام از این پارامترها استفاده کنم، کافیه بگم که URI مساوی هست با showParams که URI اصلیه به اضافه آدرس اصلیه به اضافه یه علامت سوال به اضافه یه myhttputils encode parameters و این params رو بهش بدیم. به این صورت بعد این آدرس رو میدیم بهش، یعنی مثل همون حالت قبل، فقط پارامتر رو اینجوری ساختیم که البته من دقیق نمیدونستم که در حالت get هم میاد get params رو صدا میزنه یا نه. داکیومنت ها رو البته میتونید بخونید، ولی خب الان چون این روش رو بلد بودیم همون روش رو پیاده کردیم و برای پست هم به این صورت. ببینید وقتی همچین حالت پیش میاد و میریم یه متد داخل خود همین اینستنس اوورایدش میکنیم، بهتره و گفتم بهتره که شما از این string request یا requestی که یه generic type string بهش بدید که روی string قرار کار بکنه یه کلاس مشتق بکنید و این لیسنرها توش تعریف بشن که میتونید مثلا همین پایین activity یه کلاس بسازید مثل async task که میساختیم. اما الان دیگه به همین صورت همینجا گذاشتیم که همش توی یه دونه فایل باشه. این send params get رو هم اینجا میذارم. حالا اجراش کنیم و get و post رو دیگه الان با هم دیگه دوتاش رو تست میکنیم. یک نکته دیگه هم اینه که توی بعضی وب سرویس ها شما نیاز دارید که با هدرها هم کار بکنید، یعنی توی هدرها هم یه چیزایی بفرستید که باز همینطور که الان اینجا ما get params داریم و با این map پارامترها رو در واقع گذاشتیم، میتونیم مثلا توی این request بگیم که در هدرها هم یه چیزایی رو ارسال بکنیم که فرض بکنید ببینید اینجا این متد میتونید متد get headers اینو هم override بکنید، یه سری هدرهای مخصوص خودتون رو بنویسید. مثلا تو بعضی وب سرویس ها بهتون یه API key میده، یه دونه کلید میده که این کلید رو میگه از طریق هدرها بفرستید، نه از طریق پارامترهای get و post و غیره. وب سرویسشون اینجوری طراحی شده که باز هم والی این امکان رو بهتون میده که اینقدر راحت این کار رو هم انجام بدید. خب این متد get ارسال میشه، این پروگرس باز میشه، وقتی که به جوابی منجر میشه این پروگرس بسته خواهد شد. حتی ممکنه الان مثلا اینترنت من مشکل داشته باشه، خیلی طول کشید ارور داد. ببینید در ارور اومد آن ارور رو صدا زد، لیسنر مربوط به ارور رو صدا زد. موفقیت آمیز که بود گفت get متد، همون پاسخی که قبلا داشتیم فقط این بار در این دیالوگ دیدیمش. دوتا پارامتر ارسال شده کاملا درست و برای پست هم دوباره دوتا پارامتر از طریق پست ارسال شده، ولی با پست بهتر کار میکنه طبق تجربه ای که من داشتم تا گت، ولی خب فرق نمیکنه، در هر دو حالت میتونید ازش استفاده بکنید. این از این. حالا بذارید یه دونه تصویر هم ببینیم با این لایبرری میتونیم دانلود بکنیم، یعنی دریافت بکنیم و نمایش بدیم یا نمیتونیم. برای اینکه اینو هم استفاده بکنیم ببینید میام اینجا و کجا بیایم، توی اکتیویتی والی، توی این اکتیویتی من یه دونه ایمیج ویو میذارم، ایمیج ویو که یه سایزی داشته باشه مثلا 120 dp در 120 dp. فرض میکنیم این تصویر ماست، آیدی هم که داریم بهش میدیم ایمیج ویوه، درسته؟ یه همچین چیزی و اسکیل تایپ هم بهش میدم فیت سنتر که حتما نباید این سایز بشه. خب یه ایمیج ویوی حالا ما اینجا داریم، میتونه هم کلا بیاد وسط یا میتونه سنتر هوریزونتال بشه، در واقع یا 120 شاید کم باشه 160 اش میکنم. خب این اینجاست، میخوام یه تصویر دریافت بکنیم. بذارید یه گزینه هم به منو اضافه بکنم، یه گزینه
مثل همینا، البته همش رو فکر نمی کنم بتونن توی اکشن بار نمایش داده بشن. بذارید اینا رو اصلا بنویسم ایفروم اگه جا بود ایفروم، ولی این باشه always. ایمیج آیتم شماره 3، آیتم شماره 3، آیتم شماره 3، و اینجا هم load image. یه متدی با نام load image هم می نویسیم. خب اینجاست private void load image. و خب حالا می خواهیم تصویر رو load بکنیم، درسته؟ من image viewی که داشتم و اینجا می زارم image view مون هم اینجا متصل می کنیم به چیزی که به صفحه داشتیم، ایمیج بیو و کستش. حالا زمانی که میخواد لود بشه میتونیم این کار انجام بدیم که بهش بگیم که یه دونه ایمیج ریکوست دارم، ریکوست نیو ایمیج ریکوست، یا فکر میکنم بیت مپ ریکوست هم داشته نداریم، نه ایمیج ریکوست، ریکوست مساوی هست با نیو ایمیج ریکوست. اول از همه آدرس بهم میده که من لود ایمیج یه دونه آدرس باید بهش بدم. حالا من این آدرس رو خالی میذارم بهش میدم و الان یه آدرسی در اینترنت پیدا میکنیم تو همون هاست خودمون، فکرم چند تا تصویر داشته باشم. اول تصویر، بعد یه دونه لیسنر از من میخواد، میگم یه لیسنر. بعد از اون از من چند تا آیتم برای کانفیگش میخوام. بذارید که من اول یه چیزی نشونتون بدم. ایمیج ریکوست رو اینتر میزنید ببینید آیتم ها یه دونه آدرسشه، بعدی لیسنریه که خب وقتی موفقیت آمیز دریافت میکنه میتونیم ست بکنیم تو همین ایمیج بیو، درسته؟ بعد ماکسیموم ویدث، ماکسیموم هایت، اسکیل تایپش و کانفیگش به اضافه ارور لیسنر. ماکسیموم بیتس و ماکسیموم هایت به این دلیله که شما یه فضایی توی مموری یا همون رم در نظر میگیره به همون اندازه و تصویر شما رو لود میکنه، مپ میکنه تو همون مموری. در حالتهایی که شما مثلا یه تصویر خیلی حجیم رو میخواید روی یه آیتمی از یه لیست مثلا قرار بدید، عکس پروفایل میخواید قرار بدید، اگه تصویر روی سرورم بزرگ باشه در نهایت بعد از دانلود روی حجم دانلود تاثیر نمیذاره، معمولا دانلود میکنه بعد مپ میکنه روی مموری توی فضایی که در رم شما اشغال میکنه، یا اگه کش میکنید تصاویر رو توی کش چه فضایی از مموری اشغال بشه اونجا تاثیر میذاره که میتونید اون سایز رو کم و زیاد بکنید. کانفیگ هم کانفیگیه که برای اون بیت مپ در نظر گرفته میشه. حالا یه نحوه استفادهش اینه که یه URL بهش بدیم، اینا رو من کلا اینجا بنویسم، یه URL بهش بدیم، یه دونه لیسنر بهش بدیم. حالا ما الان تصویرمون 160 در 160 این دوتا رو بهش میدیم. اسکیل تایپش هم که ما گذاشتیم فیت سنتر، ولی خب باز بهش میدیم. کانفیگ رو هم میگیم که bitmap.config برای رنگ ARGB 8888 که میشه آلفا، رد، گرین، بلو، هر کدومش هم 8 بیت یعنی 256 حالت، همین حالت معمولی که ما استفاده میکنیم. و ارور لیسنر هم میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، که الان مثلا تو این حالت میگم یه توست بده و بنویسه ارور دو نقطه، اینجا دو نقطه ارور رو مسیجش رو get localized message یا مسیج فرق نمی کنه، مسیجش رو دریافت کنه، نام بیان تو خط بعد. خب این برای ارورش، اما در موفقیت آمیز بودنش یه بیت مپی میاد برای ما. با این تنظیمات یه بیت مپی دریافت میکنیم که میگیم ایمیج ویو سیت ایمیج بیت مپ و این رسپانس رو بهش میدیم. یه توست هم بهش میدیم، توست میدیم که دان، انجام شد. خب این یه ایمیج، اما کجا بریم دریافتش بکنیم؟ بذارید بریم توی هاستی که داشتیم. من اونجا تصویر دارم، معمولا اینجاست مای سایت فکر میکنم روی هاستمون. حالا شما یه دونه تصویر دلخواه بذارید روی این هاست. من مثلا تو پوشه فوتو یه سری تصویر دارم، حالا مثلا یه تصویری که مثلا این عکس رو میخوام دانلود کنم،
همین آدرس رو کامل کپی کردم. یه تصویر دیگه از اینترنت خودتون بذارید، آدرسش رو فقط کپی بکنید و این آدرس رو میدم به این. درسته؟ این آدرس رو میاد و حالا میخواد دریافت بکنه. خب این ریکوستی بود که تعریف شد، کافیه به ریکوست کیوی به صفش اد بکنیم این ریکوست رو که بره اجرا بکنه. پس تا اینجا ما فقط ریکوست رو تعریف کردیم با این لیسنر ها و با این تنظیمات. خب چیزی یادمون نره، فکر نکنم برگی یادمون رفته باشه. میام اینجا الان ما یه ایمیج ویوی داریم 160x160 و یه تصویری که قرار از اینترنت دانلود بشه با این تنظیماتی که ما بهش دادیم و یه بیت مپ بهمون بده. خب میگم ایمیج، بهش گفتم ایمیج و یه ایمیج رو برام دانلود کرد با این سایزی که الان بهش داده بودم. اون سایز رو میتونیم حالا تغییر هم بدیم، میشه تغییر هم داد. مثلا اینجا اومد گفت که این ایمیج ویو شاید بگیم کوچیکه، درسته؟ این ایمیج ویو رو میشه بزرگترش کرد. بذارید بیایم اینجا بگیم اصلا مچ پرنت رپ کانتنت، درسته؟ و حالا که گفتیم مچ پرنت، این تنظیماته باید بشه ایمیج ویو گت ویدز، ایمیج ویو گت بازم ویدز، یعنی مربعی بازم بزنیم. البته شاید این اندازه دادنه اینجوری درست نباشه، با هم دیگه امتحان کنیم تا دوباره، ولی به همین راحتی میتونیم یه تصویر رو درخواست بکنیم از اینترنت، یعنی دانلودش بکنیم و خیلی هم راحته. آره ببینید الان من چون در ابتدا این سایز درستی نداده بودم شاید اینجوری شد. همین رو بذارم فیت ایکس و وای چی میشه؟ تو ماکسیمو ویدزشه نه خودش، بیشتر برای مموری مد نظر هست. همون 160 بهتر بود، یا حداقل اینو میتونستم 200 دی پی بذارم که سایز ایمیج ویومون قشنگتر بشه. حالا این تصویر دانلود شد، بذارید اینو همونجوری بذارم، بگم 200x200. اینم من دوست دارم فیت سنتر باشه یا کراپ سنتر هم میتونه باشه، سنتر کراپ. این هم میگم 200 dp. یکم تصویر رو بزرگترش میکنم، البته خود تصویرم کوچیکه، خود تصویر سایز مناسبی نداره، یه تصویر 30 کیلوبایتی کوچیک هم هست. و دوباره دانلود این ایمیج. حالا بهتر شد. خب الان با این لایبرری تقریبا آشنا شدین دیگه، چجوری میشه راحت باش ارتباط برقرار کرد. خیلی سریع فقط یه سری اکشن های مختلفی که مد نظرتونه بهش میگید و یه ریکوست میسازید و میگید اجرا بشه، یا ریکوستتون میتونه از جنس استرینگ باشه، جیسون اری باشه، جیسون آبجکت درخواست بکنید، یا اینجوری بیت مپ درخواست بکنید، ایمیج رو در واقع دانلود بکنید و بذارید توی یه ایمیج ویو. امکانات خیلی خوبی داره ولی ما بیشتر از یک جلسه نمیتونیم روش مانور بدیم و این کتابخونه والی هم تا همینجا کافیه به نظر من. امیدوارم که بتونید ازش استفاده بکنید و مقدمات ارتباط با اینترنت رو در اندروید همینجا به انتها میرسونیم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه.